آیا تا به حال به این فکر کردین که حل یه مسئله ریاضی چجوری میتونه شما رو میلیونر کنه؟ خب امروز میخواییم به دنیای جذاب مسائل جایزه های هزار وارد بشیم. مسائلی که در مورد یه سرشون در ویدیوهای قبلی گفتم ولی تو این ویدیو میخواییم کنار هم ببینیمشون. این مسائل شامل 7 مسئله بسیار دشوارن که به اولین نفری که اونا رو حل کنه 1,000,000 دلار جایزه میدن. اول بیایم با اسم این مسائل آشنا بشیم و بعد در مورد هر کدوم یک کوچولو توضیح میدم. اولیش حدس برج و سوینرتون دایره. دومی حدس هاج. سومی مسئله وجود و همواری نیویر استوکس. چهارم مسئله معروف پی در مقابل ان پیه. پنجمی فرضیه ریمان. ششم مسئله وجود شکاف جرمی یانگ میلز. و در نهایت هم حدس پوانکار است که البته حل شده. ما هر کدوم از این مسائل رو به صورت عمیق بررسی می‌کنیم. البته نه خیلی عمیق، چون قصد دارم در مورد هر کدومشون ویدیوی جداگونه درست کنم. پس همراه من باشین تا آخر ویدیو و یادتون نره که کانال مت‌باز رو سابسکرایب کنید. اول از همه میریم سراغ آخرین مسئله‌ای که گفتم، یعنی حدس پوانکاره. این تنها مسئله جایزه هزار است که تا به امروز حل شده. حدس پوانکاره یکی از مهمترین مسائل حوزه توپولوژی هندسیه. توپولوژی هندسی یعنی بررسی شکل‌ها و فضاها بدون توجه به اندازه و زاویه است. یعنی فقط به این دقت می‌کنیم که چیزها چطور به هم وصل شدن. مثلا از دید توپولوژیکی یک لیوان و یک دونات یه چیزن. یه مثال معروف در توپولوژی اینه که سطح یک کره دوبعدی بسته مثل سطح یک توپ تنها شکل دوبعدیه که کاملا همبند ساده است. همبند ساده یعنی اگر روی سطحش یک دایره یا یه حلقه بکشی میتونی اون حلقه رو بدون بریدن به راحتی جمع کنی و تبدیلش کنی به یه نقطه، چون هیچ سوراخی سر راهت نیست. حالا پوانکار ریاضیدان فرانسوی در سال 1904 یه سوال عمیق در این مورد مطرح کرد که آیا این ویژگی برای همه شکل‌های سه‌بعدی هم صدق می‌کنه؟ یعنی اگر یه فضای سه‌بعدی بسته و همبند ساده داشته باشیم، آیا همیشه یه کره سه‌بعدیه؟ این سوال به اسم حدس پوانکار معروف شد. البته بذاریم بیان تخصصی‌ترش هم بگم. سوال دقیق‌تر اینه که هر منیفولد توپولوژیکی سه‌بعدی که بسته و همبند ساده باشه، باید با کره سه‌بعدی هومیومورف باشه؟ منیفولد توپولوژیکی یعنی یه فضای سه‌بعدی که هر نقطه‌اش از نمای نزدیک شبیه فضای معمولی اطراف ماست. هومیومورف هم یعنی دو شکل که میتونی با خم کردن، کشیدن یا فشار دادن بدون بریدن یا چسبوندن یکی رو به اون یکی تبدیل کنی. در دهه 1950 مشخص شد که این حدس میتونه در زمینه منیفولدهای هموار و دیف اومورفیزها هم مطرح بشه. منیفولد هموار اشکالی هستند که در مقیاسهای محلی مثل فضای سه‌بعدی صاف و هموارند. دیف اومورفیزها هم توابعی هستند که این اشکال هموار رو به همدیگه تبدیل میکنند. به این ترتیب حدس پوانکاره نه فقط در چارچوب توپولوژی بلکه در چارچوب دقیق‌تر هندسه دیفرانسیل هم قابل بررسی شدنه. در نهایت هم یه ریاضیدان روسی به اسم گریگوری پرلمان در سالهای 2002 و 2003 این حدس رو اثبات کرد. اون با این کار برنامه‌ای رو کامل کرد که 20 سال قبل ترش ریاضیدانی به اسم ریچارد همیلتون شروع کرده بود. اسم این برنامه برنامه هندسه سازی بود. برای این کار پرلمان در سال 2006 برنده مدال فیلدز که مثل نوبل ریاضیات شد، ولی اون جایزه رو نپذیرفت و دوباره در سال 2010 بنیاد کلی به خاطر اثبات مهمش از حدس پوانکاره بهش جایزه هزاره به همراه 1,000,000 دلار رو جایزه داد. اما باز پرلمان هیچ کدوم از اونا رو قبول نکرد و گفت سهم همیلتون در این موفقیت کمتر از سهم خودش نبوده و نمیخواسته به تنهایی دیده بشه.
حالا بریم سراغ یه مسئله حل نشده دیگه، یعنی حدس برج سوئنرتون دایر. این حدس در قلب نظریه اعداد قرار داره، شاخه‌ای که خصوصیات اعداد به ویژه اعداد صحیح رو بررسی میکنه. این حدس در اوایل دهه 1960 توسط دو تا ریاضیدان بریتانیایی به اسم برایان برج و سوئنرتون دایر مطرح شد. حدس برج سوئنرتون دایر درباره رابطه عمیق بین دو تا مفهوم ریاضیه. اولیش تعداد جوابهای گویا روی منحنی بیضوی و دوم رفتار یک تابع خاص که بهش میگن تابع ال. به زبون ساده تر حدس برج سوئنرتون دایر اینه که اگر تابع ال مربوط به یک منحنی بیضوی در یک نقطه مشخص صفر بشه، اون منحنی بی نهایت نقطه گویا داره، یعنی تعداد نقاطی که با مختصات گویا هستن روی این منحنی بی نهایت میشه. به عبارت دیگه این منحنی اونقدر نقطه با مختصات گویا داره که هیچ وقت تموم نمیشه و همیشه میتونی نقاط جدیدی رو پیدا کنی که قبلا پیداشون نکرده بودی. ولی اگر تابع L در اون نقطه صفر نشه و مقدارش مخالف صفر باشه، اون منحنی فقط تعداد محدودی نقطه گویا داره. حدس اینه که راهی ساده وجود داره که بتونیم مشخص کنیم آیا چنین معادله‌ای دارای تعداد متناهی یا نامتناهی جواب گویاست یا نه. این حدس در واقع ارتباط عجیب و عمیقی رو بین دو دنیای مختلف ریاضی، یعنی هندسه و نظریه تحلیلی اعداد رو بررسی میکنه و به همین خاطر خیلی مهم و جذابه. حدس هاج. حدس هاج یکی از مسائل هزار است که یک مسئله بزرگ حل نشده در هندسه جبریه. قبل از اینکه این حدس رو بگم، بذار در مورد چند مفهوم روشنت کنم. اولیش هندسه جبریه. یه شاخه از ریاضیاته که به توصیف اشکال هندسی به کمک معادلات جبری میپردازه. چرخه جبری. یه سری شکل‌های خاص هندسی هستند که با معادلات جبری ساده قابل توصیفند، مثل دایره، بیضی و اینجور چیزا. واریته جبری یا تنوع جبری. اشیای مرکزی مورد مطالعه در هندسه جبری هن. و واریته جبری غیر منفرد یک شکل خاص و پیچیده است که هیچ گونه شکستگی و زاویه تندی نداره و میتونیم اون رو به صورت معادلات جبری در یک فضای تصویری توصیف کنیم. کلاس ها یا گروه های کوهومولوژی. یه ابزار ریاضیه که کمک میکنه بفهمیم شکل ها چجوری میتونن تغییر شکل بدن ولی ساختار اصلیشون رو حفظ کنن. حالا بریم سراغ خود حدس هاج. حدس هاج میگه یه ارتباط عمیق بین شکل هایی که میشه با معادلات جبری توصیفشون کرد یا همون چرخه های جبری و راهی که باهاشون میتونیم ساختار اونا رو بررسی کنیم، یعنی همون کلاس های کوهومولوژی وجود داره. به زبون ساده تر این حدس داره از ما میپرسه آیا هر شکلی که از نظر هندسی میتونیم توصیف کنیم حتما معادله جبری هم داره یا نه. تا الان خیلی روی این حدس کار شده ولی هنوز کسی نتونسته کامل اثباتش کنه. مسئله بعدی وجود و همواری نیویر استوکسه. معادلات نیویر استوکس حرکت سیالات رو توصیف میکنن، یعنی حرکت مایعات و گازها، مثل جریان آب توی رودخونه، حرکت هوا اطراف هواپیما یا حتی جریان خون در رگهای بدن. این معادلات یکی از معادلات مهم مکانیک سیالات هستند که با وجود کاربرد زیادشون در مهندسی و فیزیک هنوز اثبات نشدن. حالا اصل این مسئله میگه که اگر معادلات نیویر استوکس رو در فضای سه‌بعدی در نظر بگیریم و شرایط اولیه‌ای مثل سرعت و فشار اولیه رو مشخص کنیم، آیا همیشه جوابهای هموار و منظم داریم؟ یا ممکنه شرایطی پیش بیاد که جوابها خراب بشن و دیگه نشه پیشبینی دقیقی ازشون کرد. جوابهای هموار یعنی جوابهایی که هیچ وقت دچار ناپیوستگی و یا بی نهایت شدن نمیشن و همیشه پیوسته و منظمن. به بیان ساده تر چالش اصلی اینه که اثبات کنیم آیا جوابهای این معادلات همیشه و تحت هر شرایطی به صورت هموار باقی میمونن یا اینکه گاهی ممکنه خراب بشن و این هموار بودن رو از دست بدن.
ولی خب تا به الان کسی نتونسته اینو به صورت قطعی ثابت کنه و این مسئله همچنان به عنوان یکی از مسائل جایزه هزاره حل نشده باقی مونده. مسئله پی در مقابل NP. صورت این مسئله خیلی ساده است ولی بسیار عمیقه. میپرسه آیا هر مسئله‌ای که بشه صحت جواب‌هاشو به سرعت بررسی کرد به سرعت هم قابل حل شدنه؟ این مسئله یکی از مسائل حل نشده در حوزه علوم کامپیوتره و تفاوت بین دو دسته از مسائل رو بیان می‌کنه. پی‌ها، مسائلی که می‌تونیم به سرعت و به راحتی حلشون کنیم، مثل جمع کردن اعداد، و NP‌ها، مسائلی که اگر یه جواب براشون داشته باشیم، می‌تونیم خیلی سریع بررسیشون کنیم و ببینیم درسته یا نه. برای مثال مسئله صدق پذیری بولی یا به اختصار SAT جزو مسائل گروه NP ها قرار می گیرن. دلیلش هم اینه که اگر کسی یه جواب یعنی یه ترکیبی از True و False رو برای متغیرها بهت بده رو خیلی راحت و سریع می تونی بررسی کنی که آیا اون جواب باعث درست شدن کل عبارت می شه یا نه. پس وقتی بررسی جواب سریع انجام می شه در دسته مسائل NP قرار می گیره. اما هنوز معلوم نیست که آیا میشه به همون سرعت خود جواب رو هم پیدا کرد یا نه. یعنی معلوم نیست که توی کلاس پی هم هست یا نه. در واقع SAT یا همون BSAT اولین مسئله‌ای بود که به عنوان NP کامل شناخته شد و این دقیقاً همون چالشیه که توی مسئله پی در برابر NP مطرح میشه. فرضیه ریمان. یه ویدیوی کامل در مورد این فرضیه دارم. اگر ندیدی حتما نگاه کن. این یکی از معروفترین و چالش برانگیزترین مسائل جایزه هزار است. تابع زتای ریمان یه تابع خاص در ریاضیاته که روی اعداد مختلط تعریف میشه. در ضمن در مورد اعداد مختلط هم یه ویدیو جداگونه مفصل توضیح دادم. فرضیه ریمان که در سال 1860 که توسط برنهارد ریمان ریاضیدان آلمانی مطرح شد، بیان میکنه که بخش حقیقی تمام صفرهای غیر بدیهی این تابع برابر 1/2. صفرهای بدیهی رو به اونایی میگن که در جاهای ساده و مشخصی قرار دارن. صفرهای غیر بدیهی که معروفن به صفرهای تابع زتای ریمان، اونایین که توی ناحیه پیچیده تری در صفحه مختلط هستن و موقعیت دقیقشون معلوم نیست. این فرضیه‌ای بود که بیان شد ولی هنوز کسی نتونسته اثباتش کنه. مسئله حل نشده بعدی وجود شکاف جرمی یانگ میلز. نظریه یانگ میلز یک نظریه بنیادی در فیزیک نظریه میدان کوانتومیه. در نظریه میدان کوانتومی شکاف جرمی اختلاف انرژی بین خلا و کمترین حالت انرژی بعدیشه. این نظریه رو میتونیم یه تعمیم از نظریه معروف الکترومغناطیس یعنی ماکسول بدونیم. اما خیلی پیچیده تر و قدرتمندتر از اونه. حالا یعنی چی؟ نظریه ماکسول میگه که میدان الکتریکی و مغناطیسی چطور کار میکنن؟ نظریه یانگ میلز این ایده رو گسترش میده تا بتونه بر همکنش یا همون فعل و انفعالات ذرات بنیادی مثل گلونها، ذراتی که نیروی بین کوارک ها یا همون ذره های بنیادی رو منتقل میکنن رو توضیح بده. مسئله اینه که هنوز اثبات ریاضی دقیقی در دست نداریم که بگه نظریه کوانتومی یانگ میلز واقعا وجود داره و منطقیه، و دوم اینکه این نظریه همیشه یک شکاف جرمی داره، یعنی هیچ ذره‌ای بدون جرم آزاد تولید نمیشه. حل شدن این مسئله میتونه درک ما رو از نیروهای بنیادی طبیعت عمیق‌تر کنه. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. اگر هر کدوم از شماها یه راه حلی برای هر کدوم از این مسئله ها دارین، میتونین به مؤسسه کلی ایمیل بزنین و شاید این جایزه ارزشمند رو بردید. یه چیز دیگه یادتون نره که به هم بگین غیر از فرضیه ریمان که ویدیوشو قبلا درست کردم، دوست دارین کدوم از این مسائل رو ویدیوشو زودتر ببینین. در ضمن همین الان یه لایک بده به این ویدیو.